أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. روز رستاخیز روزی است که مسلما واقع می شود، چه روز واقع شدنی، و تو چه می دانی آن روز واقع شدنی چیست؟ قوم ثمود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند و نتیجه شومش را دیدند، اما قوم ثمود با عذابی سرکش هلاک شدند، اما قوم عاد با تند بادی طغیانگر و سرد و پر صدا به هلاکت رسیدند. خداوند این تند باد بنیان کن را 7 شب و 8 روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت، و اگر آنجا بودی می دیدی که آن قوم همچون تنه های پوسیده و تو خالی درختان نخل در میان این تند باد روی زمین افتاده و هلاک شده اند، آیا کسی از آنها را باقی می بینی؟ و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده قوم لوط مرتکب گناهان بزرگ شدند، با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند و خداوند نیز آنها را به عذاب شدیدی گرفتار ساخت. هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را سوار بر کشتی کردیم، آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد. به محض اینکه یک بار در سور دمیده شود و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند و یک بار در هم کوبیده و متلاشی گردند، آن روز واقعه عظیم روی می‌دهد و آسمان از هم می شکافد و سست می گردد و فرو می ریزند. فرشتگان در اطراف آسمان قرار می گیرند و آن روز عرش پروردگارت را 8 فرشته بر فراز همه آنها حمل می کنند. در آن روز همگی به پیشگاه خدا عرضه می شوید و چیزی از کارهای شما پنهان نمی ماند. پس کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند از شدت شادی و مباهات فریاد می زند که ای اهل محشر، نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید. من یقین داشتم که قیامتی در کار است و به حساب اعمالم می رسم. او در یک زندگی کاملا رضایت بخش قرار خواهد داشت، در بهشتی عالی میوه هایش در دسترس است، و به آنان گفته می شود بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که در ایام گذشته انجام دادید. اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند می گوید ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمی دادند، نمی دانستم حساب من چیست، ای کاش مرگم فرا می رسید، مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد، قدرت من نیز از دست رفت. او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید، پس او را در دوزخ بیفکنید، بعد او را به زنجیری که 70 ذراع است ببندید، چرا که او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد، هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود. از این رو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد، نه تعامی جز از چرک و خون، غذایی که جز خطاکاران آن را نمی خورند. سوگند به آن چه می بینید، آن چه نمی بینید، این قرآن گفتار رسول بزرگواری است و گفته شاعری نیست،
اما کمتر ایمان می آورید و نه گفته کاهنی، هرچند کمتر متذکر می شوید. کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است. اگر او سخنی دروغ بر ما می بست، ما او را با قدرت می گرفتیم، پس رگ قلبش را قطع می کردیم و هیچ کس از شما نمی توانست از مجازات او مانع شود. و آن مسلماً تذکری برای پرهیزگاران است و ما می دانیم که بعضی از شما آن را تکذیب می کنید و آن مایه حسرت کافران است و آن یقین خالص است، حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح گویی.